سلام بر شما به برنامه امروز ایران و جهان خوش آمدید در این برنامه از هشدار واشنگتن به مسکو برای افزایش حضورش در سوریه خواهیم گفت نگاهی داریم به توافق سران اتحادیه اروپا درباره بحران پناهجویان گزارشی داریم از دفاع یک مقام پایه سپاه پاسداران از ورود این نهاد نظامی امنیتی به حوزه سیاست و اقتصاد نگاهیم میکنیم به سخنرانی حسن روحانی در نخستین روز از هفته دفاع مقدس با ما همراه باشید پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در انتقاد از سیاست روسیه در قبال بحران سوریه هشدار داد استفاده مداوم روسیه از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد مشروعیت این نهاد بین المللی را به مخاطره خواهد انداخت همزمان آنگلا مرکل صدراعظم آلمان برای نخستین بار از مذاکره با بشار اسد برای حل بحران سوریه سخن گفت او ایران و عربستان سعودی را از جمله طرفهای مهم مذاکره برشمرده است آمریکا در انتقاد از سیاست روسیه در قبال بحران سوریه هشدار داد که استفاده مداوم روسیه از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد مشروعیت نهاد سازمان ملل متحد را به مخاطره خواهد انداخت. خانم پاور در ای با نشریه بریتانیایی گاردین با اشاره به بنبستی که شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با بحران‌های سوریه و اوکراین با آن برخورد کرده است گفت آمریکا و دیگر کشورها بیش از پیش تلاش می‌کنند که این بحران‌ها را از طریق نهادهای دیگر حل کنند سخنان خانم پاور در هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و در حالی مطرح می شود که شورای امنیت تا کنون نتوانسته کاری در قبال بحران سوریه انجام دهد بحرانی که به مرگ بیش از دویست و بیست هزار نفر و آوارگی حدود یازده میلیون نفر منجر شده است اعضای شورای امنیت هنوز درباره اقدامی که باعث توقف این کشتار بشود به اجماع نرسیدند روسیه به عنوان متحد بشار اسد رئیس جمهور سوریه تا کنون چهار بار از حق به توی خود استفاده کرده تا اجازه ندهد هیچ قطنامه ای در رابطه با سوریه به تصویب برسد استفاده روسیه از حق به تو در قبال بحران اوکراین نیست تکرار شده است جایی که روسیه با حمایت از جدایی طلبان به یکی از طرفین اصلی درگیری های نظامی تبدیل شده است نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بحث تئوری داروین را درباره شورای امنیت سازمان ملل متحد به کار برده و گفت اگر جزئی از یک بدنه درست عمل نکند آدمها آن را رها کرده و به سراغ جزئی دیگر میروند خانم پاور گفت اگر این مسئله جز سوریه و اوکراین باز هم رخ بدهد آن وقت ما با یک مجموعه کاملا از کار افتاده مواجه خواهیم شد و این به طور حد موقعیت و اعتبار و کارکرد شورای امنیت به عنوان قاضی اسلحه امنیت بین المللی را به مخاطره خواهد انداخت در همین حال خبرگزاری رویترز اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه را منتشر کرده که گفته است واشنگتن بیشتر از قبل موضع مسکو در قبال بحران سوریه را پذیرفته است آقای لاوروف در این باره به سخنان جانکری وزیر خارجه آمریکا پس از آغاز دوباره مذاکرات نظامی میان دو کشور بر سر بحران سوریه اشاره کرده است همزمان آنگلا مرکل صدراعظم آلمان اعلام کرد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید در هر گونه مذاکرات احتمالی برای ایجاد صلح در آن کشور شرکت داده شود وی همچنین تأکید کرد که شرکای منطقه ای از جمله ایران و عربستان سعودی هم باید در روند ایجاد صلح حضور داشته باشند ایران مستقیما در مذاکرات پیشین صلح سوریه در ژنو که نهایتا به سرانجامی نرسیدند حضور نداشت البته در زمان دومین دور از مذاکرات دبیر کل سازمان ملل از ایران دعوت کرد اما مخالفت کشورهایی مانند عربستان سعودی نهایتا به کنار گذاشته شدن ایران انجامید خبرگزاری فرانسه گفته های تازه خانم مرکل را نرم شدن موضع قدرت های غربی در برابر حکومت مرکزی سوریه تلقی کرده است. جانکری وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این گفته بود اسد باید در نهایت کنار گیری کند. اما این موضوع لازم نیست فورا و در میانه جنگ داخلی آن کشور رخ دهد. فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا نیز گفته های مشابهی را مطرح کرده است. موضع فرانسه از سرسختترین مخالفان اسد در اروپا همچنان تندتر از عمده همپیمانان غربی آن کشور است فرانس باولان رئیس جمهوری فرانسه گفته است آینده سوریه با حضور اسد ممکن نیست همزمان مرزیه افغان سخنگوی وزارت امور خارجی ایران در واکنش به اظهارات جانکری گفت اظهارات وزیر خارجه آمریکا در دعوت از ایران به ایفای نقش سازنده در سوریه فرافکنی و خلاف واقعیت های بحران سوریه است تهران حامی عمده نظامی و مالی رژیم اسد در سوریه در منطقه به حساب می آید. مستران اتحادیه اروپا در یک نشست اضطراری به توافقهایی برای ایفای نقش پررنگتر در بحران پناهجویی و کمک بیشتر به پناهجویان در خاور میانه دست یافتند کمک های مالی یک میلیارد یورویی به نهادهای حامی پناهجویان از جمله این توافق است. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز چهارشنبه اول مهر بر سر افزایش کمکهای انسان دوستانه به پناهجویان در خاور میانه و کشورهای همسایه به توافق رسیدند به گزارش خبرگزاری فرانسه توافق رهبران اروپایی در حالی در بروکسل رخ داده است که همچنان اختلافاتی درباره نحوه تقسیم 120 هزار پناهجو و شیوه کنترل مرزها وجود دارد رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست بروکسل اعلام کردند قصد دارند کمک ها به کشورهای همسایه سوریه را از طریق سازمان های وابسته به ملل متحد افزایش دهند و به همین منظور برای پرداخت یک میلیارد دلار به توافق رسیدند در این حال کشورهای اروپایی توافق کردند کنترل‌های مرزی خود را در برابر موج پناهجویان افزایش دهند دونالد تاسک رئیس شورای اروپا که تدابیر تازه را در بروکسل اعلام میکرد گفته است هدف از این نشست پایان دادن به اتهام زنی اعضا علیه یکدیگر بوده است آقای تاسک با این هشدار که بزرگترین موج پناهجویان و مهاجران هنوز از راه نرسیده گفت همکاری برای حل مسئله حیاتی است رئیس شورای اروپا همچنین خبر داد چهار میلیون سوری به کشورهای همسایه گریختند و در نتیجه صحبت از میلیونها پناهنده بالقوه است که تلاش دارند فقط از سوریه خود را به اروپا برسانند آقای تاس گفت در مورد نحوه کنترل مرزها نگرانی هایی به وجود آمده است نگرانی در این مورد که حوزه آزاد شینگن با افزایش کنترل های مرزی ممکن است با خطر روبرو شود در نشست بروکسل همچنین رهبران اتحادیه اروپا موافقت کردند که مراکزی برای رسیدگی به وضع متقاضیان پناهندگی در کشورهایی که در خط مقدم این بحران هستند ایجاد کنند مرزهای دریایی جنوبی اروپا به ویژه یونان و ایتالیا و مرز خاکی مجارستان از مهمترین نقاطی است که پناهجویان در راه این قاره خود را به آنها میرسانند عمده پناهجویان قصد دارند پس از گذشتن از این مرزها به سفر ادامه داده و به کشورهای غرب یا شمال اروپا بروند آلمان از مهمترین این مقاصد اصلی به شمار می رود جایی که انتظار می رود تنها در سال جاری میلادی تا یک میلیون پناهجو وارد آن شوند بنابر گزارش‌ها رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده است کشورش 100 میلیون یورو طی دو سال کمک خواهد کرد نخست وزیر بریتانیا نیز از پرداخت 100 میلیون پوند خبر داده است همچنین بنابر مسببات نشست روز چهارشنبه کمک بیشتری در اختیار لبنان اردن و ترکیه گذاشته خواهد شد که از سال 2011 محل پناه گرفتن میلیون‌ها سوری بودند که از جنگ داخلی این کشور می‌گریزند همزمان پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک جهان در میان استقبالی کم سابقه در آمریکا از لزوم پناه دادن به پناهجویان و مهاجران سخن گفت پاپ فرانسیس توجه به موضوع مهاجران و پناهجویان را به عنوان وظیفه اولیه کلیسا توصیف کرد رهبر کاتولیک های جهان در این حال گفت جوامع و قصبات کلیسای کاتولیک تحت ورود گسترده مهاجران لاتین و آمریکا ممکن است دو دسته و دچار اختلاف شوند پاپ فرانسیس خود آرژانتین و نخستین پاپ لاتین تبار در کلیسای کاتولیک است پاپ در این حال خواستار مبارزه با جرایم جنسی و پایان دادن به آزار و اذیت جنسی کودکان از طرف کشیش های کاتولیک شده و میگوید این جرایم هرگز نباید تکرار شوند سخنرانی پاپ در کلیسای جامعه سنت ماتئو با استقبال دست کم 25 هزار نفر همراه شده که داخل کلیسا و اطراف آن جمع شدند پاپ فرانسیس ملاقاتی 45 دقیقه ای و خصوصی نیز با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا داشت پاپ روز پنج شنبه دوم میر در کنگره ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد گفته می شود وی پس از شرکت در نشست همگانی سران در سازمان ملل متحد در روز جمعه در روز یک شنبه راهی فیلادلفیا می شود جایی که انتظار می رود جمعیت یکونیم میلیون نفری در انتظار دیدار و سخنرانی او باشند درباره گستره حوزه نفوذ و تسلط سپاه پاسداران بر امور سیاسی و اقتصادی ایران تا به حال انتقادهای زیادی حتی از سوی مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی مطرح شده است حال جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه بار دیگر از ورود این نهاد نظامی امنیتی به اقتصاد و سیاست دفاع کرده و گفته این فعالیت ها با هدف سیانت از انقلاب صورت می گیرد. عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران از ورود این نهاد نظامی امنیتی به فعالیت‌های اقتصادی دفاع کرده و گفته سپاه پاسداران با هدف سیانت از انقلاب وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و هدفش منفعت شخصی و اقتصادی نیست ویروز استشنبه 31 شهری بر ماه گفت دولت مردان باید این نگاه را داشته باشند که سپاه رقیب وزارتخانه ها نیست و اگر به حوزه هم ورود پیدا کند هدف آن تحکیم جایگاه دولت اسلامی است درباره گستره نفوذ و استیلای این نهاد نظامی امنیتی در امور سیاسی و اقتصادی ایران تا به حال انتقادهای زیادی حتی از سوی مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی مطرح شده است رهبر جمهوری اسلامی اما بارها از فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی سپاه حمایت کرده است آیت الله خامنه روز 25 شهریور ماه در جمع فرماندهان سپاه گفت دنبال چیزهایی که میتواند به کرامت سپاه لطمه وارد کند مطلقا نروید به گفته عبدالله حاجی صادقی این توصیه رهبری تنها به دولت فعلی نبوده بلکه برای همه دولت ها عنوان شده است محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه تیرماه ماه 89 گفته بود بر اساس تدابیر و فرماندهی معظم کل قوا عمل سپاه صرفاً عمل نظامی نبوده و این سازمان از این باید در همه زمینه های سیاسی، امنیتی و فرهنگی آمادگی حضور داشته باشد. هفته گذشته همچنین حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت نیروهای نظامی به درخواست علی خامنه ای وارد فعالیت های اقتصادی شدند حسن روحانی آذرماه ماه گذشته در سخنانی در همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد بدون نام بردن از سپاه پاسداران آن را متهم به فساد کرد و گفت اگر تفنگ پول قدرت روزنامه سایت و تبلیغات در یک جا جمع شد حتما فساد می آورد. دارد. این در حالی است که آقای روحانی پس از پیروزی در انتخابات و در شهری بر ماه سال 92 در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه گفته بود میخواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است سپاه امروز باید پروژه های مهمی که بخش های خصوصی توان آن را ندارد بر عهده گیرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق وارد فعالیت های اقتصادی شد نطفه این فعالیت ها در دوران جنگ و زمانی بسته شد که فرماندهان ارشد این نهاد عهدهدار انجام بخشی از معاملات پنهانی برای خرید اسلحه و تجهیزات نظامی از کشورهای چون لیبی، سوریه و کره شمالی شدند فعالیت سیاسی نظامیان از سال 84 و با حضور شماری از فرماندهان سپاه در دولت احمدی نژاد علنی تر از گذشته شد. از مجلس هفتم نیز دستاندازی سپاهیان بر قوه قانونگذاری رو به افزایش گذاشت. در دوران محمود احمدی نژاد رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بازوی مهندسی سپاه وزیر نفت شد و زمینه حضور پررنگتر نظامیان در پروژه های کلان نفت و گاز را فراهم کرد. بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران در انحصار نهادهای مذهبی مانند آستان قدس رضوی و دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که یا از پرداخت مالیات معاف هستند و یا با نفوذ سیاسی به آن تن نمی‌دهند. وجود اسکله‌ها و گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل سپاه پاسداران که از طریق آنها کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، مسئله است که از مجلس ششم درباره آن بحث شد. محمود احمدی نژاد زمانی که با نظامیان اختراف پیدا کرد با اشاره به همین گذرگاه های مرزی سپاهیان را برادران قاچاقچی خودمان خواند. هیچ حوزه ای از شنگندازی سپاه در امان نبوده است از کشتیرانی تا راهسازی از تجارت نفت تا بانکداری از مخابرات تا صنایع استنگین در هر تجارت و فعالیت سودآور ردی از حضور شرکت های وابسته به سپاه را میتوان مشاهده کرد در مجلس نهم بیشترین تمرکز نظامیان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به چشم میخورد به گونه ای که نزدیک به نیمی از اعضای از این کمیسیون فرماندهان پیشین و اعضای سپاه هستند. همزمان با افزایش گمان زنی ها از احتمال تشدید سرکوب داخلی پس از توافق اتمی وین گزارش های رسیده از تهران از آغاز دور تازه فشار بر فعالین سیاسی دانشجویان، کارگران، معلمان و روزنامه حکایت دارد. دو ماه بعد از امضای موافقتنامه وین به نظر می رسد پیش بینی کارشناسان از جمله تحلیلگران شبکه ایران فردا مبنی بر تاثیر نامطلوب توافق وین در فضای سیاسی داخلی و افزایش سرکوب آزادی خواهان کاملا درست از آب درآمد. نشریه اینترنتی روز آنلاین در شماره امروز خود گزارش جامعی در این زمینه به قلم نازنین کامدار منتشر کرده است که در آن آمده است همزمان با افزایش گمان زنی ها از احتمال تشدید سرکوب داخلی پس از توافق اتمی که بر اساس تجربه تابستان 67 و پذیرش قط نامه 598 از سوی حکومت ایران مطرح شده گزارش های رسیده از تهران از آغاز دور تازه فشار بر فعالین سیاسی، دانشجویان، کارگران، معلمان و روزنامه حکایت دارد. در پنج روز گذشته در ایران بیش از ده تن از فعالان کارگری، دانشجویی و معلمان بازداشت شدند و اخبار تایید نشده نیز از ادامه این بازداشت در روزهای آتی حکایت دارد. در همین حال منابع خبری در تهران گزارش دادند که علاوه بر بازداشت فعالان دانشجویی و سنفی طیف گسترده ای از فعالین سیاسی و قومیتی نیز به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی احضار شدند. احزارهایی که با توجه به قطع ارتباط معمول میان آنها و دیگران و تهدید به سکوت توسط معموران جزئیات آن افشان نمی شود و گاه با غیر فعال شدن صفحات شخص در فیسبوک و شبکه های اجتماعی دیگر نزدیکانش از احزار آنان خبردار می شوند. بر اساس این گزارش حکومت ایران علاوه بر بازداشت و احضار فعالان سیاسی و سنفی طی روزهای گذشته پروژه ارعاب از طریق صدور احکام حبس طویل المدت را نیز پی گرفته به طوری که روز گذشته نهادهای حقوق بشری از افزایش سه و نیم ساله حبس سعید رضوی فقیه فعال دانشجویی و سیاسی افزایش سه ساله محکومیت رسول بداغی حکم نه سال حبس برای محمود صالحی و دوازده و نیم سال برای علی شریعتی خبر دادند. در همین حال اداره گذرنامه نیز به محل جلب و بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه نگاران تبدیل شده به طوری که پس از بازداشت کیوان مهرگان روزنامه نگار اصلاح طلب از طریق اداره گذرنامه گزارش ها از بازداشت و انتقال ندا مستقیمی از محکومان سال 88 به زندان اوین پس از مراجعه به اداره گذرنامه حکایت دارد. بنا به نوشته سایت های خبری خارج از کشور دور تازه سرکوب فعالان در ایران از شامگاه سه هفته گذشته و با یورش نیروهای امنیتی به دو خانه دانشجویی در تهران و کرج آغاز شد. در این یورش ابتدا اعلام شد که پنج دانشجو به نامهای سیامک ملا محمدی، حسین جندقیان، کیانا کریمپور، سپهر صاحبیان و مهربان کشاورزی بازداشت شدند. اما روز گذشته خبرگزاری هرانا اعلام کرد که قزال مقدم نیز در این یورش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. پس از بازداشت این شش فعال دانشجویی روز چهارشنبه گذشته نیز اعلام شد که در سومین روز از مرگ شاهروخ زمانی فعال کارگری در زندان علی نجاتی رئیس سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز در یورش نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. سید منصور موسوی نویسنده و فعال حقوق معلمان نیز از دیگر بازداشتی های روزهای اخیر بوده است. علاوه بر تهران در اندیمشک نیز روز پنج شنبه گذشته سه فعال مدنی به نامهای شاپور رشنو علی محمد جهانگیری امیر رحیمخانی و مادرش در پی هجوم نیروهای امنیتی به خانه شاپور رشنو بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند بازداشت های گسترده فعالان سیاسی و سنفی در حالی همچنان ادامه دارد که دوازده عضو جبهه پایداری در مجلس نیز روز گذشته خواستار بازداشت و سرکوب دست کم تن از روزنامه و فعالان فضای مجازی که به ادعای آنها با بیگانگان در ارتباط هستند شده است. این دوازده نماینده از وزارت اطلاعات خواستند که سریعا به این جریان به گفته آنان وابسته به دشمنان انقلاب برخورد و پرونده آنها را به قوه قضایی تسلیم نمایند. این درخواست در حالی است که در طی روزهای اخیر دو وبلاگ نویس به نامهای آرش زاد از وبلاگینا و محسن صادقی نیا نویسنده وبلاگ چشمان باز از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند. یک فعال رسانه ای به خبرنگار روز گفته است تفاوت عمده ای که میتوان از اثرات روی کار آمدن دولت اعتدال به حساب آورد تجدید دعوت افراد به هتل های بزرگ است که در سالهای پایان دولت هاشمی معمول بود و بعد از دوم خورداد و با مرگ سعید امامی از دستور خارج شده بود. در این ملاقات ها معموران وزارت اطلاعات، سردبیران و نویسندگان را ابتدا تهدید و بعد راهنمایی می کنند که چطور است مدتی را بیرون از کشور استراحت کنند تا هم گرفتار نشوند و هزینه نظام را بالا نبرند. تشویق به مهاجرت عملی است که گاه گاه در دستور عمل وزارت اطلاعات قرار می گیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز سهشنبه 31 شهری بر ما در نخستین روز از هفته دفاع مقدس در مراسم رژه نیروهای مسلح سخنرانی کرد و بار دیگر از نتایج توافق اتمی با قدرتهای جهانی دفاع کرد و در این حال گفت ایران تنها امید کشورهای همسایه برای مقابله با تروریسم است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز سهشنبه سی و یکم شهری در نخستین روز از هفته دفاع مقدس در مراسم رژه نیروهای مسلح سخنرانی کرد و بار دیگر از نتایج توافق اتمی با قدرت های جهانی دفاع کرد. آقای روحانی در این سخنرانی به کمک های جمهوری اسلامی به دولت های سوریه و عراق هم اشاره کرد و گفت تنها امید دیگر کشورهای همسایه برای مقابله با تروریسم نیروهای مسلح ایران هستند و این کشورها فکر نکنند قدرت بزرگ مدافع آنان خواهند بود و از نیروهای مسلح ایران به عنوان بزرگترین نیروی ضد تروریست نام برد سخنان آقای روحانی در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در سوریه آشکارا از حکومت بشار حمایت می کند و در یمن به حمایت تسلیحاتی و نظامی از شورشیان حسی متهم است حسن روحانی درباره توافق اتمی وین هم گفت یک سال پیش شش قدرت جهانی به ما میگفتند فقط 100 دستگاه سانتریفیوژ و نه بیشتر و ما امروز موفق شدیم 60 برابر آن یعنی 6000 سانتریفیوژ را فعال نگاه داریم آقای روحانی همچنین گفت یک سال پیش شش قدرت بزرگ میگفتند حتی یک سانتریفیوژ نباید در فردو بماند و امروز 1000 سانتریفیوژ در فردو مانده است این اسارت در حالی است که در مجلس ایران هنوز درباره نحوه رأی دادن به توافق اتمی اختلاف نظر وجود دارد منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون برجام روز دوشنبه سیوم شهریور ماه گفت کمیسیون برجام این رویه که مجلس نباید توافق اتمی را رد یا قبول کند را قبول ندارد و اگر دولت درباره این توافق به مجلس لایحه ندهد نمایندگان در قالب طرحی برجام را به صورت قانون تصویب خواهند کرد در همین حال علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی با شبکه العالم گفت مجلس تنها باید خطوط قرمز به عنوان یک ضرورت را تصویب کند و به دولت برای اجرا کردن این توافق اجازه دهد آقای بروجردی همچنین گفته در بین نمایندگان مجلس چند نظریه وجود دارد که یکی از آنها صدور بیانیه درباره توافق اتمی وین است همزمان علی اکبر حاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران با اشاره به شرایط بحرانی منطقه و کشورهای همسایه نسبت به عواقب امنیتی اقدامات مخالفان ایرانی توافق وین و سنگاندازی در مسیر این توافق هشدار داد و با بیان اینکه ما همه های هشت سال گذشته را نگفتهایم و عمق قضیه خیلی بالاتر از اینهاست تاکید کرد دولت حسن روحانی با فداکاری و شهامت وارد منطقه ممنوعه مذاکرات اتمی شد و در این مسیر پیروز شد و در این حال با اشاره به اینکه طرف غربی ای برای برداشتن تحریم ها ندارد افزود از این رو خودمان باید دلمان بسوزد اما افرادی به اسم انقلاب و اسلام سنگ اندازی می کنند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از توافق اتمی ایران و گروه پنج به علاوه یک با صدور این قطنامه در ظرف نیم ساعت شش قطنامه خطرناک که اگر بود جنگ میشد از بالای سر ایران برداشته شد به گفته آقای هاشمی رفسنجانی با این وجود عدهای چشم ها را میبندند و دهانشان را باز می کنند و هر چه میخواهند میگویند و خیال می کنند در راه خدا مجاهده می کنند آقای هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه 26 شهریور نیز مخالفان ایرانی توافق اتمی را تندروهای مخالف منافع ملی و مردم خواند و پیش بینی کرد که مردم با حضوری مشابه انتخابات 92 در انتخابات اسفند ماه سال جاری درس بزرگی به افراتیون خواهند داد. هفته گذشته مصر دو خبرنگار زندانی شبکه تلویزیونی الجزیره را پس از آنکه مشمول اف عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری این کشور قرار گرفتند از زندان آزاد کردند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره که به زندان محکوم شده بودند عفو کرده است دفتر ریاست جمهوری مصر روز چهارشنبه اول میر اعلام کرد رئیس جمهوری فرمان عفو محمد فهمی و باهر محمد خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره را امضا کرده است چند روز پیش گزارش شده بود که این دو همراه با پیتر گرسته تبعی استرالیا به حبس محکوم شدند سال گذشته رئیس جمهوری مصر با استفاده از اختیارات ویژه پیتر گرسته را از مصر اخراج کرد و محکومیت اخیر و او به طور قیابی صادر شد مشخص نیست که آیا رئیس جمهوری مصر او را نیز مشمول اف قرار داده است یا نه پیتر گرسته تبعی استرالیا محمد فهمی رئیس دفتر الجزیره در قاهره دارای تبعیت دوگانه مصری و کانادایی و باهر محمد خبرنگار و تبعی مصر در اواخر دسامبر سال 2013 بازداشت و به عضویت در یک سازمان تروریستی کمک به این سازمان پخش اخبار کذب در مورد تنش سیاسی در مصر و فعالیت روزنامه نگاری بدون داشتن مجوزهای لازم متهم شدند اشاره به سازمان تروریستی در این پرونده گروه اخوان المسلمین است که چند ماه پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر در تابستان سال 2013 توسط دولت مصر به ارتباط با یک رشته حملات علیه نفرات ارتش و پلیس متهم و یک سازمان تروریستی اعلام شد سال گذشته محاکمه سه خبرنگار شبکه الجزیره برگزار شد و دادگاه با مجتم شناختن هر سه نفر برای پیتر و محمد فهمی هر کدام هفت سال و برای باهر محمد هفت سال حبس به اضافه سه سال به جرم داشتن مهمات محکوم کرد ظاهرا باهر محمد چند گلوله را که در جریان تظاهرات ضد دولتی شلیک شده بود یافته و آنها را نگاه داشته بوده اوایل سال جاری محمد فهمی با تسلیم شکایتی علیه شبکه الجزیره به دادگاه های کانادا خواستار دریافت خسارت به مبلغ 100 میلیون دلار کانادایی شد او شبکه الجزیره را متهم کرده است که در مورد شرایط محل کار اطلاعات لازم را در اختیار او قرار نداده و به اصل مسئولیت کارفرما در قبال امنیت کارکنان عمل نکرده است بازداشت و محاکمه این سه خبرنگار انتقاد شدید نهادهای بین المللی و درخواست شماری از کشورهای غربی برای آزادی آنان را در پی آورده و وکلای این سه نفر نحوه رسیدگی به پرونده را غیر قابل قبول دانسته بودند برخی ناظران بازداشت و محاکمه این سه خبرنگار را جنبه ای از فراز و نشیب در با قطر ترقی کردند یوکی آمانو مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه پس از بازگشت از تهران اعلام کرد که روند نمونه برداری در پارچین و با مسئولیت و تحت نظارت آژانس انجام شده و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در روند راستی فعالیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران به دست آمده است ساعتی پس از اظهارات یوکیو و آمانو در مورد پیشرفت قابل ملاحظه در روند راستی آزمایی فعالیت های ای ایران کاخ سفید این روند را رو نشانه همکاری ایران خواند یوکی و آمانو مدیر کل آژانس بینون مللی انرژی اتمی روز دوشنبه سیوم شهری ورما پس از بازگشت از تهران اعلام کرد روند نمونه برداری در پارچین با مسئولیت و تحت نظارت آژانس انجام شده و پیشرفت‌های قابل ملاحظه در روند راست آزمایی فعالیت های هسته ای ایران به دست آمده است همزمان جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید آمریکا به خبرنگاران گفت نشانه ها حاکی از همکاری ایران با آژانس است و اظهارات یوکی آمانو باطل کننده انتقادهایی است که می‌گفتند بازرسی‌ها به خود ایران سپرده شده است مدیر کل آژانس بین انرژی اتمی بعد از سفر به ایران و بازدید از مرکز نظامی پارچین گفت آژانس روند نمونه برداری در پارچین و اصالت نمونه ها را تایید می کند. روز دوشنبه سیوم شهریور ماه به روز کمالوند سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت نمونه برداری در مجموعه پارچین توسط متخصصان ایرانی و بدون حضور بازرسان آژانس انجام شده است. آقای آمانو همچنین گفت من به شورای حکام گفتم پیشرفت چشمگیری در زمینه اجرای نقشه راه حاصل شده است. من و همکارم برای اولین بار وارد سایت پارچین شدیم. ساختمانی که آژانس پیش از این تنها می توانست با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ای شاهد آن باشد. وی تایید کرد که نشانه هایی از فعالیت های جدید نوسازی در این سایت مشاهده نکرده و هیچ تجهیزاتی داخل ساختمان وجود نداشته است. در تحولی دیگر در زمینه توافق اتمی ایران و قدرت جهانی با جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای پیگیری روند اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام و دیدار با مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد سهشنبه سی و یکم شهری بر ماه راهی نیویورک شد خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده است هدف از سفر آقای ظریف تشکیل کمیسیون مشترک ایران و گروه پ علاوه یک برای اجرای توافق اتمی 23 تیر ماه در وین است. زمان دقیق تشکیل کمیسیون مشترک مشخص نشده اما بنا بر گزارش خبرگزاری ایرنا طی زمان اقامت هیئت ایرانی در نیویورک جلساتی در سطح معاونان وزارت خارجه تشکیل می شود وظیفه کمیسیون مشترک اجرای موارد مطرح شده در توافق اتمی و پیوستهای آن عنوان شده است آمریکا، چین، بریتانیا، روسیه، فرانسه و آلمان دیگر اعضای این کمیسیون هستند. عباس عراقچی و حمید بعیدی نژاد معاونان وزیر خارجه ایران آقای ظریف را در سفرش همراهی می کنند و مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران نیز دیرتر به آنها خواهد پیوست. آقای ظریف با فدریکا موگرنی مسئول ارشد سیاست خارجی و امور دفاعی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده مذاکرات اتمی و شش قدرت جهانی بود دیدار می کند. پیش از این جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانس خبری همراه با فرانک والتر اشتان مایر همتای آلمانی خود به خبرنگاران گفته بود با آقای ظریف در نیویورک دیدار خواهد کرد. آیه کری گفته بود من با لاوروف وزیر خارجه یا روسیه و ظریف در ارتباط با ایران و برخی دیگر مسائل دیدار خواهم داشت نیویورک محل گرد همایی نمایندگان و سران کشورهای جهان در هفته دومین نشست عمومی سازمان ملل متحد است بنابر گزارش ها حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در نشست سران در نیویورک شرکت خواهد کرد بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را می در وبسایت ما با آدرس ایران فردا live.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com slash ایران فردا با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید منتظر شما هستیم تا درودی دیگر بدرود